با پوشش ویژه تحولات در ایران و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی با ایران اینترنشنال هستید. فشار شدید حکومت به خانواده برای جلوگیری از برگزاری مراسم 40 مهسا ژینا امینی. نیروهای امنیتی برادر او را بازداشت کردند. استانداری کردستان همه مدارس و دانشگاه‌ها را فردا تعطیل کرده. فراخوان‌های گروه‌های مختلف برای فردا به مناسبت 40 مهسا، از جوانان محلات تهران و تبریز تا فعالان حقوق بشر و احزاب کردستان. دانشگاه‌های ایران صحنه اعتراضاتی بسیار گسترده، از بهشتی تهران تا شهر کرد، از آزاد کرمان تا اهواز. آیا مقام های ایرانی در لندن به دنبال پناهگاه می‌گردند؟ یک نماینده پارلمان بریتانیا می‌گوید شایعات قابل توجه است. سلام، نادر سلطانپور هستم و در 2 ساعت آینده با شما خواهم بود. خوشحالیم که در این برهه مهم از تاریخ ایران میتونیم لحظه به لحظه شما را از آخرین وقایع آگاه کنیم. در استان کردستان فردا همه مدارس و دانشگاه‌ها تعطیلند، نه برای بزرگداشت 40 مهسا ژینا امینی، بلکه به گفته استانداری دلیلش افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا است. جمهوری اسلامی به شدت نگران برگزاری مراسم 40 کشته شدن ژینا است و فشارهای زیادی به خانواده وارد آورده. حتی گفته شده آنها تهدید جانی شدند. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده نیروهای امنیتی برادر مهسا امینی را بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی ایران از قول خانواده امینی گفته خانواده تصمیمی برای برگزاری مراسم 40 نداره. فراز فیروزی، حقوقدان و مشاور سازمان حقوق بشری هنگاو از هامبورگ آلمان با مساق فیروزی. اول راجع به خبرهایی که الان گفتیم از جمله بازداشت برادر مهسا برامون بیشتر بگید. سلام خدمت شما و بیننده‌هاتون. این رو من به این صورت اصلاح بکنم که خانواده به شدت تحت فشار بودن و حتی تهدیدهای امنیتی و جانی داشتن، و به صورت اینکه در نهایت اعلام کردن که اگر شما بیانیه رو صادر نکنید در تحریم یا عدم برگزاری این مراسم، ما اشکان برادر ژینا رو بازداشت خواهیم کرد. و تا الان ما هنوز به صورت قطعیت نتونستیم آخرین وضعیت رو استعلام بکنیم، اما این تهدید جدی بوده و حتی تهدید جانی علیه اشکان برادر ژینا هم شده و خانواده تحت این فشار مجبور شدن که بیانیه‌ای بدن که از مردم درخواست بکنن با توجه به اوضاع احوال کشور ما مراسم برگزار نمی‌کنیم. اما در نهایت می‌بینیم که فراخوان‌های خیلی زیادی هم در استان کردستان و هم در سراسر کشور برای بزرگداشت مراسم ژینا و 40 ژینا میخواد برگزار بشه. پس برای اینکه روشن بشه، خانواده زیر فشار قرار گرفتن که اگر بیانیه صادر نکنن مبنی بر اینکه 40 وجود نداره، برادر مهسا رو دستگیر میکنن و اونها برای اینکه جان برادر رو نجات بدن این بیانیه رو صادر کردن زیر فشار و تهدید. اما همونطور که گفتیم فراخوان زیادی هست برای اینکه مراسم 40 برگزار بشه. الان قدری از وضعیت سقز و دیگر شهرها برامون بگید، اونجا در چه وضعیتیه؟ وضعیت سقز و تمام شهرهای کردستان، اما سقز، سنندج، مریوان، همه شهرهایی که درگیر بودن در این، بهتر بگیم انقلابی که به نام انقلاب ژینا نام گرفته، به شدت شرایط نظامی هستش. نیروهای امنیتی کامل حضور دارن، حتی نیروهای کمکی رو به خدمت فراخوندن، بسیج ادارات رو. اما با توجه به همه این مسائل مردم هنوز حضور دارن و اون عنصر معنوی که اون اعتقاد به درست بودن و حرکت و مشروعیت حرکت هست، میبینیم که در تمام شبهایی که اعتراضات صورت گرفته در کردستان، در سنندج و سقز،
مردم حضور داشتن، اما از بعد از ظهر به بعد میبینیم که شرایط استقلال خیلی سنگین شده، شرایط امنیتی سنگینی به حاکم بر شهر هستش، کلیه مبادی ورودی و خروجی کنترل میشه، ماشین ها مورد تجسس قرار میگیرن، اطلاعاتی به ما رسیده که از ساعت 10 صبح به بعد کامل خروج و ورود بسته میشه در شهر استقلال. در سنندج شرایط امنیتی خیلی سنگینه و ما چندین نگرانی داریم، به خصوص در مورد کودکانی که مورد روبایش قرار گرفتن، دانش آموزانی که هم روز پیش ما گزارشی در این مورد منتشر کردیم که حداقل 57 نفر دانش آموز رو تونستیم احراز هویت بکنیم که در مسیر مدرسه یا داخل مدرسه توسط نیروهای امنیتی مورد روبایش قرار گرفتن و تا آمارمون تا 150 نفر هم هست و در حال احراز هویت اینها هستیم. مسئله دیگری که سازمان ما رو خیلی نگران کرده نسبت به بازداشتیایی که به صورت زخمی و بازداشت شدن مورد روبایش قرار گرفتن، دسترسی به هیچ خدمات درمانی ندارن و می‌بینیم که یک پسری زیر 18 سال 16 ساله نیما شفیق دوست در ارومیه به همین صورت متاسفانه جانش رو از دست داد و این خیلی نگرانی جدی برای سازمان ما ایجاد کرده و اطلاع رسانی هم کردیم. آقای فیروزی عذرخواهم چون فرصت خیلی کمی، میخواستم این سوالم از اون بپرسم، چقدر برای کوردها در سوق یک جوان، آن هم با شرایطی که ژینا جانش رو از دست داد کشته شد، چهلم مهمه؟ بستگی به شرایط خانوادگی داره، بستگی کردستان یک جای متکثر مذاهب متنوعی داره، ما نمیتونیم یک رسم و یک آیین رو در نظر بگیریم، اما به طور معمول برگزار شده این مراسم چهلم و این مراسمی که برای ژینا میخواد برگزار بشه یک مراسم ملی هستش، یک مراسمی بالاتر از یک مراسم عادی هست. ظلمی که به ژینا و خانواده ژینا شده تمام دنیا رو تکون داده، یعنی به انقلاب ژینا معروف شده و به این حرکت کاملا مشروعیت داده. این در مورد مراسم چهلم. فقط خبر فوری که به ما رسیده بود این رو میخوام اطلاع رسانی بکنم، داشتیم که یک گردشگر اسپانیایی مورد روبایش قرار گرفته توسط نیروهای امنیتی، ما به اطلاعات متقنی دست پیدا کردیم که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آقای به شخصی اسپانیایی با تابعیت اسپانیایی در اونجا بازداشت هستش و هنوز هم هیچ دسترسی کنسولی برای ایشون ایجاد نکردن و علل اصول به لحاظ حقوق بین‌الملل این دسترسی برای سفارت اسپانیا باید وجود می‌داشت که تا هم‌اکنون وجود ندارد. متشکرم از شما فراز فیروزی، حقوقدان و مشاور حقوقی سازمان هنگاو در هامبورگ آلمان. همطور که گفته شد با وجود تلاش‌های حکومت برای کنترل شهر سقز، گروه‌ها و نهادهای مختلف به مناسبت 40مین روز کشته شدن مهسا ژینا امینی فراخوان گردهمایی و اعتراض دادند، به خصوص جوانان محلات سقز که از مردم این شهر و شهرهای همجوار خواستند فردا روز 40 سیاه‌پوش در مزارستان آیچی سقز گرد هم بیان، در این بیانیه از ژینا به عنوان فرزند انقلاب نام برده شده. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هم روز 40 مهسا رو روز اتحاد نامیده و از زنان و مردان دعوت کرده فردا بر سر مزار قربانیان این خیزش گرد هم بیان و بعد در خیابان‌ها تجمع کنند و علیه حکومت شعار بدند. جوانان محلات تهران در اطلاعیه شماره 14 خودش از مردم دعوت کرده فردا از ساعت 11 صبح در اطراف دانشگاه‌ها و بازارهای شهرهای ایران تجمع کنند. جوانان محلات تبریز هم به مناسبت 40 ژینا از مردم این شهر دعوت کردند فردا در همه محلات، مدارس، بازارها و دانشگاه‌های تبریز تجمع کنند. ترانه ابروش، پژوهشگر و فعال سیاسی از هامبورگ آلمان، الان به ما پیوسته. خانم ابروش، الان می‌بینیم که چقدر فراخوان داده شده به رغم فشارهای و تاییدهای زیادی که حکومت به وجود آورده روی خانواده مهسا، به نظر شما فردا چه روزی خواهد بود؟
مبارزات مردم ایران ادامه خواهد داشت. اون چیزی که مشخص هست این هستش که ما در بحث مدیریت در واقع مدرن و بروز خودمون یک مبحثی رو داریم به نام مبحث مدیریت داینامیک. وقتی که مدیریت های کلاسیک جواب نمیده، مردم از مدیریت داینامیک استفاده میکنن. دقیقا روشی هستش که شرایط حال مبارزان مردم ایران، مبارزات مردم ایران رو نشون میده و اونها دارن در واقع از مدل های مناسب و مدرن بهره برداری میکنن. در این بیانیه ها آن چیزی که شاهدش هستیم روشن نگه داشتن شعله های این انقلاب توسط مردم ایران هست، به ویژه جوانان، نشان دادن اینکه چه آینده‌ای در انتظار واقعا مردم ایران هست و در روز به ثمر رسیدن انقلاب چه پایکوبی و شادی هایی خواهند کرد. اینکه این مبارزان ثابت قدم هستند و از هر اقدامی جهت ضربه زدن به این حکومت اسلامی بهره میبرند. در این مبارزات خودشون مطمئنا از ابتکارات فردی مثل همین چیزهایی که در واقع ما شاهدش بودیم، فردا هم شاهد خواهیم بود، شعار نویسی، سرودخوانی، شعار در مدارس، قدم زدن های بی حجاب و یا اینکه زیر بار نرفتن تفکیک جنسیتی، کارشکنی هایی که در واقع مدنی هستند و مقاومت مشروع مردم ایران رو ما تا به حال داشتیم و فکر میکنم ادامه پیدا خواهد کرد. این اتحاد و حمایت رو این مبارزان سرلوحه مبارزات خودشون قرار دادن و آن چیز خیلی مهمی که این بار در این در واقع بیانیه ما شاهدش هستیم این هست که به طور گسترده مخاطبان خودشون که از معترضین سال 78 تا مطالبه‌گران سال 88 یا زخم خوردگان و آسیب دیدگان و دادخواهان سال 96، 98 و 1400 هست رو مورد خطاب قرار دارن. از معلمان، کارگران، بازنشستگان خواستن که آیا شما پرسیدن که آیا شما به اهداف خودتون رسیدین و اگر نرسیدین به ما بپیوندید. در واقع این همدلی و این همبستگی رو ما در این بیانیه ها شاهدش هستیم. این مدیریت دینامیکی بهش اشاره کردید چگونه انجام میشه وقتی رهبریت متمرکزی وجود نداره؟ ببینید، اولین اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داد این بود که سرکوب مخالفانی که ما تا به امروز داشتیم به سرعت سراغ مبارزان مدنی و سیاسی جامعه رفتن، اونها رو به زندان افکندن و مورد ضرب و شتم قرار دادن، خانواده های اونها رو تهدید امنیتی کردن. ولی آن چیزی که شاهد هستیم این هستش که این مبارزات همچنان ادامه داره و مردم رهبریت خود این مبارزات رو در درون خودشون میابند و اونها رو بر اساس هوش اجتماعی و یا در واقع اون روانشناسی اجتماعی خودشون مدیریت میکنن و در لحظه تصمیم گیری میکنن و به نتیجه های بسیار مطلوبی هم تا به امروز رسیدیم. ترانه آبروش، متشکرم از صحبت با ما. خواهش میکنم. امروز دانشگاه ایران صحنه اعتراضات بسیار گسترده ای بود. برای مثال تصاویر از دانشگاه علم و صنعت تهران نشان میده نیروهای امنیتی با گاز اشکاور به دانشجویان حمله کردند. دانشجویان از مردم کمک خواستند، مانند آنچه در دانشگاه شریف تهران رخ داد و مانع شد تا ماموران در تصرف کامل دانشگاه موفق بشن. در دانشگاه بهشتی تلاش دانشجویان برای برداشتن تفکیک جنسیتی در سلف به مقابله با نیروهای بسیج و درگیری فیزیکی منجر شد. شبنم آذر اینجا با ما تا بیشتر درباره حضور دانشجویان در دانشگاه صحبت کنیم که وقتی مقایسهش میکنیم با روزهای قبل میبینیم که داره حداقل از طریق دوربین موبایل های دانشجویی که برای ما میفرستن به نظر میاد که نه تنها تعداد دانشگاه بیشتر شده بلکه اصلا تعداد دانشجو
خیلی بیشتر شده در این اعتراض‌ها. دقیقاً همینطوره. به نوعی با وجود این که بازداشت‌ها بوده، سرکوب‌ها بوده، همین امروز الان مثالی که زدی از نشون دادیم تصاویر دانشگاه علم و صنعت که واقعاً امروز حمله وحشیانه کردن به این دانشجو، در روشون بستن و اتفاقاتی که اونجا افتاد اتفاقات ناگواری بود، اما با این حال همینطور پرشمارتر میشه تعداد تجمعات که و همینطور دانشگاه‌های جدیدی می‌پیوندن، یعنی دانشگاه‌هایی که قبلاً به دلیل حالا کوچک بودن شهرها یا امنیتی تر بودن فضا در اعتراضات نبودن، الان دارن همطور به اعتراضات میپیوندن. دانشگاه علم و صنعت امروز بعد دانشجوها رو حبس کرده بودن و تصاویری هم که ما ازش کاملا نشون میداد که اونجا گازشگاه بردارن و بسیار دانشجوها رو اذیت کردن. همزمان در دانشگاه شهید بهشتی هم همینطوری بود به خاطر موضوع سلف که دانشجوها طبیعتا میخوان این سلف مشترک شه و این اجازه رو نمیدن که بیشتر از این براشون تصمیم گرفته بشه که به چه نحوی حتی غذا بخورن در سلف دانشگاه. اونجا هم درگیری بوده و با این حال هم خب مقاومت کردن و در نهایت هم همه در سلف موفق شدن که بمونن و دختر و پسر دختر روسریاشون رو برداشتن و در سلف با هم در واقع تجمع کردن. علاوه بر اون دانشگاه‌های دیگه هم امروز درگیر بودن، در واقع خیلی دانشگاه، ده‌ها دانشگاه امروز متحد شده بودن با هم و بیرون اومدن. درباره دانشگاه نوشیروانی بابل می‌خوام بگم که خیلی برام جالبه که اینقدر شجاعت این دانشجوها هم زیاد شده. آتش زدن بنری که روش نوشته بود که شونات حجاب اجباری رو رعایت بکنید رو اون اصلا آتش زدن وسط دانشگاه، بنر خامنه ای رو کشیدن پایین و این اتفاقات رو ما داریم میبینیم که هر روز داره در دانشگاه ها میفته. بریم تصاویر رو با هم ببینیم. راجب این دو تا ویدیو می‌خواستید؟ بله بله دقیقاً من داشتم برای توضیح می‌دادم که توی این دو تا دانشگاه تهران واحد، تهران مرکز واحد پونک و تهران جنوب، تهران جنوب گاز اشکاور زدن، تهران مرکز واحد پونک دانشجو دیگه اصلا فضای دانشگاه اومدن بیرون، یعنی از اونجا اعتراضات شروع کردن اومدن تو خیابون و به مردم پیوستن. اما در شهرهای دیگه هم همونطور که گفتم اعتراضات زیادی بوده. در کرمان بنر که خامنه‌ای در واقع عکس خامنه‌ایش بود رو کشیدن از دیوار دانشگاه آوردن پایین. در شهر کرد یک آخوندی داشته تو محوطه دانشگاه راه می‌رفته جلوی خود اون شعار میدن که آخوند باید گم بشه. در واقع میخوام بگم که انقدر شجاعت دانشجوها زیاد شده که دیگه یه تصویری از آزادی دارن که دیگه به گذشته برنمیگردن و ما اینا رو کاملا میتونیم تو این تصاویر ببینیم. بریم تصویر شهر کرد، اهواز، کرمان و علوم پزشکی همدان رو با هم ببینیم. و ازم تشکر میکنم شما. ممنون.
تصاویری بود که به دست ما رسید. همونطور که میدونید به خاطر محدودیت‌های گسترده در اینترنت ایمیل‌ها خیلی دیر بیرون میاد. اینا ویدیوهای بود از امروز، بدون شک ویدیوهای بیشتری هم خواهد اومد که در ساعت آینده براتون پخش میکنیم. ایمیل های هک شده سازمان انرژی اتمی ایران مهر تأییدی است بر سیاست های روسیه در قبال ایران، سیاست های اخلال و اشکال تراشی در برنامه هسته‌ای. این ایمیل ها رو گروه هکری بلک ریوارد افشا کرد و بخشی از اون نشان میده روسیه پس از امضای برجام در رساندن سوخت به نیروگاه هسته بوشهر کارشکنی میکرد. چرا؟ جزئیات بیشتر در گزارش مشتبه پور محسن. ردپای کارشکنی رفقای روس در اسناد هسته‌ای افشا شده جمهوری اسلامی. گروه هکری بلک ریوارد مجموعی از ایمیل های تعدادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران را هک کرد. مدارکی که بخش های ناگفته از تاریخ معاصر دیپلماسی هسته‌ای را آشکار می کند. 23 تیر ماه سال 94 برنامه جامعه اقدام مشترک برجام در وین امضا شد. توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به اضافه 1 تا ایران با قطعنامه 2231 شورای امنیت از تحریم‌های فلج کننده رهایی پیدا کند. آن روزها دستگاه دیپلماسی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی آمریکا و فرانسه را به کارشکنی متهم می‌کردند. 6 سال بعد جواد ظریف در فایل درس کرده از مصاحبه‌اش فاش کرد که مسکو مهمترین مخالف برجام بود. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجور که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. روس‌ها بدون برجام تهران را در مشت خود می‌دیدند. وقتی رهبران جمهوری اسلامی با سیاست نگاه به شرق روی دیوار چین و روسیه یادگاری می‌نوشتند که اتفاقاً خیلی هم بلند نبود. مسکو و پکن با قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت همراهی می‌کردند. سال 90 نیروگاه بوشهر در حالی به شبکه سراسری برق کشور وصل شده بود که سرگئی کرینکو رئیس سازمان انرژی روسیه مدعی شده بود یک سال پس از راه اندازی این نیروگاه را مهندسان ایرانی اداره خواهند کرد. در فاصله تابستان 94 تا زمستان همان سال که برجام اجرایی شد، روس‌ها بیکار ننشستند. ایمیل‌های رد و بدل شده بین نماینده شرکت روسیه تیول و طرف ایرانی که در ایمیل‌های هک شده بلک ریوارد دیده شده، نشان می‌دهد که طرف روسی تمام توانش را برای کارشکنی در کار نیروگاه بوشهر و تاثیرگذاری بر برجام به کار بست. شرکت روسیه تیول برخلاف ادعای کرینکو همچنان برای بررسی هر عملیات فاکتورهای چند ده هزار یورویی می‌فرستاد. شرکتی که تامین کننده سوخت مورد نیاز راکتور نیروگاه بوشهر است. با اجرای برجام روسیه چوب لای چرخ بود که می‌گذاشت. نوامبر سال 2016 طرف روسی خواهان افزایش 100 درصدی LC از طرف ایران شد و البته پیش پرداخت. برخلاف روال قبل حتی پرواز حمل سوخت را هم کنسل کرد. نامه دیگر میگوید با وجود آنکه پول پرواز را داده بودند، پروازی دوباره تنظیم شد برای شرکت هواپیمایی روسیه ولگا نپر. باز هم تهدید برای پیش پرداخت. شرکتی که برای راه اندازی نیروگاه بوشهر 10 میلیارد دلار معادل حدود 300 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور را مصرف کرد. بخشی از یک برنامه هسته‌ای که ایران از تحریم‌های ناشی از آن به گفته مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت دید. ایمیل دیگری از ولادیمیر وی شکوتوف، بهانه این بار حریم هوایی آذربایجان است. او مدعی است باکو اجازه نمی‌دهد که هواپیمای ولگا نپر حامل سوخت هسته‌ای از آسمانش عبور کند. او از ایران می‌خواهد از نظر سیاسی به دولت آذربایجان فشار بیاورد. با توجه به نزدیکی سیاسی مسکو و باکو و بی‌خطر بودن انتقال سوخت به نیروگاه بوشهر، این مشکل بخش دیگری از کمپین روسیه برای کارشکنی در برنامه هسته‌ای ایران پس از اجرای برجام بود. ایمیل‌های دیگر نشان می‌دهد طرف روس مشکلات بانکی را بهانه کرده. مسکو که درخواست ایران برای دریافت روبل به جای دلار را رد کرده بود، از یک طرف برای افزایش چندباره LC ها فشار می‌آورد و از طرف دیگر روی پیش پرداخت تاکید می‌کرد با تهدید چندباره برای لغو پروازهای حامل سوخت هسته‌ای. در سندی دیگر مدیر بخش تجاری شرکت کیول از اینکه بانک روسیه میر بیزینس ضمانتنامه بانکی را نپذیرفته به طرف ایرانی گله کرده و از تهران می‌خواهد
مشکل بانک روسی را حل کند. همین اتفاق در مورد ویشیکنو بانک روسیه می افتد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و طرف روس برای صدور ضمانتنامه متقابل به مشکل برمی خورد. تا جایی که برای ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی ایران و رئیس بانک روسی جلسه‌ای در فرانکفورت ترتیب داده می شود. مجموعی از اسناد که بار دیگر دست رفقای سرخ را برای ایرانی ها رو کرد. کارشکنی هایی که با سفر قاسم سلیمانی به مسکو متوقف شد وقتی روسیه نیروی قدس سپاه پاسداران را به پیاده نظام خودش در سوریه تبدیل کرد. پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران را وارد جنگ کرد و دست آمریکا را برای شلیک به برجام پر کرد با افزایش دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی. دستخوش این کارشکنی البته تابستان سال بعد به مسکو داده شد. انعقاد قرارداد ساخت دو واحد دیگر نیروگاه اتمی بوشهر به ارزش 10 میلیارد دلار دیگر. حراج منافع ملی برای خوشایند رهبر جمهوری اسلامی که هزینه تبادل لبخندش با پوتین از جیب مردم ایران پرداخت می شود. مشتبه پور محسن، لندن. اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل در آمریکاست و دفتر او میگه یکی از اهدافش ارائه شواهدی مبنی بر استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراینه. آقای هرتزوگ به اعتراضات در ایران هم واکنش نشان داده. خبرنگار ما بابک اساقی از تل‌آویو با ماست. بابک، بیشتر برامون از این موضوعات بگو. بله، مهمتر از همه اولین واکنش رئیس جمهور اسرائیل به اعتراضات در ایران هستش. او در ملاقات با آنتونی بلینکن در حضور او گفت که قلب ما با مردم ایران هستش و از اونها حمایت میکنیم، به ویژه زنان ایرانی که به گفته یسحاق هرتزوگ روز به روز بیشتر و بیشتر تحت ظلم و ستم قرار میگیرن. پیش از این یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل هم در صحن سازمان ملل از مردم ایران حمایت کرده بود. وزیر راه و ترابری اسرائیل هم میراب میخائیلی در مصاحبه ای از مردم ایران دفاع کرده بود. باید گفتش که در کنار این مسائل، آنچه که بیشتر از همه به آن خواهد پرداخت یسحاق هرتزوگ، مسئله ایران هستش و پهپادهایی که به روسیه داده. او با یک سری عکس‌ها و اسناد جدیدی به سوی ایالات متحده رفته و در ملاقات خودش با جو بایدن هم این اسناد و عکس‌ها را که نشان میده که پهپادهای شاهد 136 جمهوری اسلامی ایران امروز در اوکراین مورد استفاده روس‌ها قرار می‌گیره نشان خواهد داد به ایالات متحده. بابک متشکرم ازت. بابک اساقی در تل‌آویو، سلام مجدد. آمار تازه از تعداد قربانیان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی اعلام شده. به گفته سازمان حقوق بشر ایران دست کم 234 نفر کشته شدند، 29 نفرشان کودک. کشته شدگان از 21 استان هستند و بیشترین آمار با فاصله بسیار متعلق به سیستان و بلوچستان و مشخصا جمعه خونین در زاهدان که نزدیک به 100 نفر در یک روز کشته شدند. پس از آن بیشترین تعداد قربانیان از آن استانهای مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز، خراسان رضوی، همدان و مرکزی هستند. این گزارش میگه حکومت ایران کوشیده تا سناریوهایی از جمله پرتاب از بلندی، تصادف رانندگی، مسمومیت با دارو، مشروبات الکلی یا غذای فاسد رو علت مرگ اونها اعلام کنه. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو نروژ با ماست. امیر مقدم، تدریجا آمار داره میره بالا. شما همیشه که باهاتون صحبت کردیم گفتین که اینها دست کم، آمار بسیار بیشتر از این هست. چطور این آمار مورد تایید قرار میگیره و تعدادش داره روز به روز بالاتر میره؟ سازمان شما چه کار میکنه مشخصا؟ درود بر شما. ببینید، دقیقا همینطوره. این یک آمار حداقلی است به خاطر محدودیت هایی که وجود داره، هم محدودیت های اینترنتی و تماس و هم به خصوص تهدیدهایی که خانواده جانباختگان رو متوجه میشه. یعنی
در واقع این میشه گفت بزرگترین مانع هست، چون گزارش های زیادی به دست ما رسیده که مقامات امنیتی خانواده رو تهدید میکنن و به شرط اینکه در خیلی موارد گواهی فوت رو که اونها تنظیم کردند امضا کنند جسد تحویل داده میشه و در این گواهی های فوت خیلی وقتها سناریوهایی مثل مسمومیت، تصادف یا موارد دیگه به جز کشته شدن توسط مأمور امنیتی اومده و این خب یک مانع است که ما نمیتونیم خیلی از گزارش هایی که به دست ما میرسند رو توسط دو منبع مستقل تایید کنیم، چون معمولاً به این شکل هست که ما حالا منابع ما میتونن شاهد عینی باشن، میتونن اعضای دیگر خانواده باشند، کادرهای درمان باشند و یا نهادهای حقوق بشری دیگه، ولی ما فقط مواردی رو که توسط دو منبع مستقل تایید شدن شامل میکنیم و به همین دلیل ما فکر میکنیم که آمار واقعی بالاتره. آقای امیر مقدم، ما به رغم اینکه دست کم 234 نفر کشته شدن، ما اسم چند نفر بیشتر نمیشناسیم. از مهسا میشنویم، از حدیث میشنویم، از اسرا میشنویم، از نیکا میشنویم. بقیه خانواده ها اینها آیا به خاطر اینکه تهدیدهایی که شدن ساکت ماندن و راجبشون صحبت نمیشه؟ آیا شما چه میشنوید در این باره؟ بله درسته، یعنی شما ببینین از این حالا ما گفتیم که 29 تن از این کشته شدگان کودک هستند و همونطور که شما گفتین اسامی بعضیاشون رو میشنویم و در موردشون صحبت میکنیم. خب این میتونه دلایل مختلف باشه، یکیش همینی که شما بهش اشاره کردین، یعنی که گزارش میرسه ما میتونیم تایید کنیم ولی خانواده یا نمیخواد یا شدیداً تحت تهدید هستند و اطلاعات بیشتری رو نمیتونیم در این مورد به دست بیاریم و واقعاً شرایط خیلی سختی دارن. شما تجسم کنید که عزیزشون رو از دست دادند و در واقع قاتلان میان و بهشون میگن که اینجا رو امضا کنید و اگر نکنید شاید بچه‌های دیگه‌تون هم دوچار همین سرنوشت بشن. ولی خب ما امیدوار هستیم حالا از طرق مختلف اطلاعات بیشتری بیاد، چون که وقتی که تصویر این افراد یعنی به جای آمار، ما وقتی که نشون میدیم که هر کدوم از این افراد در واقع یک انسان بودن مثل من، مثل شما، مثل بچه های ما و اون خب خیلی در واقع ابعاد جنایت رو بیشتر مشخص میکنه، تأثیر بیشتری میذاره و جمهوری اسلامی هم دقیقاً میخواد جلوی همین رو بگیره، چون میدونن که وقتی که ابعاد این جنایت مشخص میشه هم جامعه بین‌المللی مجبور میشه واکنش شدیدتری نشون بده و هم مردم دیگر در ایران و حتی شاید بعضی از کسانی که هنوز هم با این جمهوری اسلامی هستند در واقع از اونها جدا بشن. وقتی عکس میبینند و نام میبینند این افراد ناشناس نمردن، از دنیا نرفتن. متشکرم از شما محمود امیر مقدم. شمار زیادی از فعالان مدنی در زندان هستند، مثل محمد نوریزاد. خانواده آقای نوریزاد گفتن این فعال مدنی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران ضمن ادامه اعتصاب قضاش اقدام به خودزنی کرده. حدود یک هفته پیش محمد نوریزاد در یک فعال صوتی از ضرب و جرح شدید زندانیان در اوین و کاربرد سلاح‌های سنگین در زمان آتش سوزی در این زندان خبر داد. به گفته خانواده پس از انتشار این پیام، مسئولان زندان امکان تماس تلفنی با خانواده را قطع کردند و در اعتراض آقای نوریزاد ده ها بار خودزنی کرده که منجر به جراحات شدیدی شده. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد از تهران با ماست. امیدوارم این ارتباط برقرار شده باشه. خانم ملکی، چه بیشتر میتونید به ما بگید درباره الان وضعیت الان آقای نوریزاد؟ بله خانم ملکی، صدای شما رو میشنویم. لطف کنید برامون بگید الان وضعیت آقای نوریزاد چطور هست؟
خانم ملکی صدای ما رو میشنوید؟ به نظر میاد که ارتباطتون برقرار نشده. پوزش میخوایم از شما و همچنین خانواده آقای نوریزاد. خیزش سراسری در ایران از موضوعات مورد بحث در پارلمان بریتانیا بود. شماری از نمایندگان خانه برخورد شدیدتر با جمهوری اسلامی شدند. همچنین به گفته یک نماینده حزب محافظه‌کار شایعات قابل توجه وجود داره که وابستگان مقام‌های حکومت تلاش می‌کنند در لندن پناه بگیرند و به همین دلیل در حال تقاضا برای دریافت گذرنامه بریتانیایی هستند. باب استوارد از نماینده وزارت خارجه پرسید آیا می‌تونه به پارلمان اطمینان بده لندن تبدیل به مکانی امن برای اونها نخواهد شد. معاون وزیر خارجه گفته درباره این موضوع تحقیق می‌کنه. همکارم علی شیرازی الان اینجا با ماست. علی، اول راجع به همین موضوع آخر، شایعات درباره پناه گرفتن مقام‌های ایرانی در بریتانیا بگو. نادر، این خیزش سراسری مردم در ایران یک مشخصه داره که با اعتراضات پیشین اون رو متفاوت میکنه و اون خواست و اراده مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. خب این چیزیه که مقام‌های جمهوری اسلامی و وابستگان با اونها هم این رو فهمیدن و از همین الان به تکافو افتادن که یک جایی رو برای خودشون برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی پیدا کنن. خب بر هیچ کس هم پوشیده نیست که لندن یکی از جاهای مورد علاقه وابستگان به جمهوری اسلامی هست و از این جهت درخواست اقامت و درخواست صدور ویزا براشون انقدر افزایش پیدا کرده بود که همونطور که تو گفتی توجه آقای باب استوارت رو جلب کرده بود و او معاون وزیر خارجه رو مورد سوال قرار داده و گفته آیا چنین هست و اگر چنین هست باید جلوش گرفته بشه، چون همونجور که میدونی روی وبسایت مجلس نمایندگان بریتانیا یک توماری هست که الان 27,000 امضا هم جمع کرده مبنی بر اینکه جلوی صدور ویزا و اقامت برای وابستگان به جمهوری اسلامی گرفته بشه. با توجه به همین موضوع آقای باب استوارد از معاون وزیر خارجه سوال کرده، او هم گفته در این باره تحقیق میکنه و اگر چنین باشه جلوی اون رو خواهد گرفت. راجع به خیزش سراسری مردم هم صحبت شد، اونجا چه درباره اون چه گفته شد؟ آره، یه نکته جالب در این جلسه این بود که هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر در مجلس نمایندگان بریتانیا خواهان برخورد شدیدتر با مسئولان جمهوری اسلامی بودند، از جمله آقای بلکمن که موضوع احضار یعنی فراخواندن سفیرشون از تهران و بستن سفارتخونه‌شون در تهران رو مطرح کرد و اینکه اخراج کنن سفیر جمهوری اسلامی رو و سفارتخونه در واقع جمهوری اسلامی در لندن رو ببندن. یک موضوع دیگه‌ای که مطرح شد رئیس کمیته روابط خارجی مجلس مطرح کرد و اون قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی هست. همینطور یک نماینده از حزب کارگر خواستار این شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل سازوکاری رو مشخص کنه برای اینکه بشه به سرکوب گسترده معترضان در ایران از طریق اون رسیدگی بشه و جلوی این فاجعه در واقع گرفته بشه. این جلسه مجلس نمایندگان نشون میده که نمایندگان در مجلس بریتانیا عزم خودشون رو جذب کردن که موضعی جدی در قبال جمهوری اسلامی و سرکوب اعتراضات در ایران بگیرن. متشکرم علی عزت. علی شیرازی، امیدوارم ارتباطمون با تهران برقرار شده باشه. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد. خانم ملکی صدای من رو میشنوید؟ بله، صداتون دارم. متشکرم، خوشحالیم که شما رو داریم. اگه لطف کنید برامون بگید الان وضعیت همسرتون محمد نوریزاد در زندان اوین چطوره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. اگر لطف کنید قدری از وضعیت آقای نوریزاد برامون بگید. بله، خب متاسفانه تماسمون برقرار نمیشه با خانم ملکی. پوزش میخوایم از شما. استفاده حکومت از اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های داخلی برای شناسایی اونها در این خیزش سراسری مرتبجه بسیاری از معترضین قرار گرفته. شرکت ارائه دهنده نقشه و مسیریاب ایرانی بلد که پس از فیلتر شدن اپلیکیشن ویز به عنوان جایگزین داخلی اون معرفی شده بود اعلام کرده به خاطر امنیتی شدن فضا و خطر از دست رفتن حقوق کاربران ارائه این اپلیکیشن رو در پایان سال جاری متوقف می‌کنه. گروه هزار دستان به عنوان سهامدار اصلی این شرکت گفته با وجود 10 میلیون کاربر روزانه 10 نفر از نیروی انسانی این شرکت هم به زودی بیکار میشن.
یک مقام وزارت سمت از تخصیص بسته حمایتی 2000 میلیارد تومانی برای تبلیغات کسب و کارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی خبر داده. به گفته امیرحسین اسدی مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار، این وزارتخانه حدود 90% از کسب و کارهای حوزه تبلیغات در فضای اینستاگرام دچار مشکل شده و قرار نیمی از این بسته برای تبلیغات اونها در صداوسیما و مابقی برای تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی داخلی اختصاص داده بشه. مهمی از اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی مطالبات عمومی برای حقوق از دست رفته زنانه. تیم علمی ایران اینترنشنال مجموعه گفتگو با زنان دانشگاهی ایرانی در خارج و داخل کشور درباره وضعیت زنان در ایران تدارک دیده که در این ایام هر شب براتون بخشی از اون رو پخش کردیم. همایون خیری اینجاست تا درباره مهمان امشب برامون بگه. نادر، مهمان امشب خانم دکتر مرضیه عسکری هستن. من ایشون رو به این دلیل میشناسم که پژوهشگر فلسفه علم در دانشگاه هاروارد هستن، کارهای بسیار جالبی انجام دادن، مقالات خیلی خوبی دارن. پیش از این که من اون بخش اول این گفتگو رو معرفی بکنم، این هست که همه ما یک تجربه از تحصیل در ایران و در خارج ایران داریم. خیلی از ما وقتی ایران بودیم این تجربه تحصیلیمون با همون همراه بوده تا وقتی خارج از ایران آمدیم و بعد مقایسه کردیم که چه چیزهایی در ایران ما نداشتیم، چه چیزهایی بیرون بود، و همیشه دوست داشتیم بگیم که کاش این چیزهایی که ما الان بیرون داریم میبینیم همین الان در اختیار دانش آموزان، دانشجویان در ایران باشه که وضعیت تحصیلیشون بهتر بشه. من در مورد تجربه تحصیل از خانم دکتر عسکری پرسیدم. الان ایشون یکی از دانشگاه‌های معتبر جهان هستن و اونجا تدریس میکنن، تحقیق میکنن. ازشون پرسیدم به ما چی میتونن بگن از این تجربه‌ای که در داخل و خارج ایران داشتن. این قسمت اوله گفتگوست. اول اینکه در ایران وقتی که درس میخوندیم یعنی جامعه حاکم بر ایران به شدت خلاقیت و سوال پرسیدن و کنجکاوی رو گناه میدونست و سعی میکردن که اونو سرکوب کنن، در صورتی که در جوامع اروپا و غرب از بچه ها رو تشویق میکنن که سوال بپرسین، کنجکاو باشین، از همه چی، سوال های مذهبی، اخلاقی، راجع به محیط زیست، از همه چی سوال بکنین. این اولین تفاوت فاحش. دومین تفاوت فاحش این بود که در ایران به حریم خصوصی همه سرکشی میکردن، در مدرسه به ما کیفای ما رو میگشتن، در محافل اداری که میرفتیم به همون میگفتن، مثلا سوال میپرسیدیم راجع به گذرنامه، میگفتن خانم حجاب تو درست کن اول بعد حرف بزن. یعنی هیچ حریم خصوصی نبود، هیچ خطی نبود، در صورتی که در اروپا، در غرب به طور کل و در جوامع پیشرفته به فردگرایی، به فرد بودن احترام میذارن، به انتخاب‌های فرد هر انسانی احترام هست. نکته سوم این بود که برام خیلی جالب بود که چقدر مردم ما خلاقن، چقدر هنردوست و هنرپرورن و چقدر خلاقیتشون خفه میشه در ایران. اصلا حالت شکوفایی وجود نداره. با تمام سختی‌ها سعی میکنن این بیان‌های هنری، بیان‌های اجتماعیشون رو نشون بدن. و می‌دیدم که در دنیای غرب چقدر به بیان، به اینکه چطور هنر رو بیان کنن، چطور حقوق اجتماعی چطور بیان بکنن، بهشون عرصه داده میشه و سعی میشه که شکوفا بشه. و نکته آخر این که به طور کل ثروت طبیعیه هر کشوری، هر جایی که می‌رفتم می‌دیدم که تا حدود زیادی برای خود مردم خرج میشه، نه یه عده کمی اون ثروت طبیعی بگیرن در دستشون، خودشون و بچه‌هاشون از زندگی لذت ببرن. مشخصه دکتر عسکری تجربه دوران اجباری شدن حجاب رو داره. بله، من اتفاقا برای این که این مقایسه رو بپرسم ازشون، فرض کنیم که الان یه کسی، به خصوص الان دهه 80 هستن، خب این اون دوره اصلا نبودن و این تجربه رو نداشتن، ولی فرض کنیم، من به خانم دکتر عسکری گفتم فرض کنیم شما با دانشجوهاتون دارین صحبت میکنید که هیچ کدوم در اون دوره نبودن، اون تجربه رو نداشتن، و از شما میپرسیدن که این چیزی که الان ما به عنوان حجاب اجباری داریم در ایران، این چطور اتفاق افتاد، چطور جامعه و خصوص زنان تحصیل کرده در ایران چطور این اتفاق عجیب رو پذیرفتن یا مجبور شدن به پذیرش این.
بخش دوم گفتگو ایشون توضیح میدن که چه اتفاقی افتاده. ببینیم. به خاطر استبداد، به خاطر زور، به خاطر اینکه پذیرفتنی نبود. اون اصلا نبود که بیان به زنها بگن که بشینید با هم صحبت کنیم ببینیم که میتونیم متقاعدتون کنیم که شما حجاب داشته باشید یا نه. اینطور که نبود. اومدن با تفنگ و گلوله و گفتن که باید تو بپوشید، اگر نپوشید میکشیمتون. از همون توی 43 سال گذشته اگر به نگاه کنید خیلی از زنها برای اینکه برای این استبداد جنگیدن، خیلی ها جونشون رو دادن، خیلی ها کشته شدن. من یادم همون موقع بوده 14-15 تنم بود، اسم ایشون در خاطرم نیست، میتونم پیدا کنم، خانمی که خوش و جلوی دانشگاه تهران آتیش زد. خانم هایی بودن که کتاب نویس، کسانی بودن که با بنیاد پوشش مخالف بودن، با استبداد، با محدود کردن زنها فقط به عنوان کسی که موجوده که فقط میتونه تولید مثل بکنه مخالف بودن. ولی ما نمیتونستیم حرف بزنیم، کسی نمیتونه حرف بزنه. همین الان جوانها، دختران 16 ساله رو ببینید چطور میکشن با کسانی که واقعا طرز تفکرات فاشیستی دارن، هیچی قابل صحبت باشون نیست، خودشون رو برگزیدگان و پروردگار میدونن روی کره زمین. و اگه شما هر چی بگیم میگن شما دشمن پروردگاری، دشمن خدا هستین و میخوان که بکشنتون. بر همین هیچ بحثی نبود، پذیرفتن نبود، اجبار بود و توسری بود، روسری با بحث و با تقبل و قبول کردن نبود. دکتر مزی عسکری بود. خیلی جالبه که صحبت نقطه نظرات و صحبت‌های زنان ایرانی به خصوص خارج از کشور رو بدونیم که از ایران اومدن و الان هم تجربه خارج رو دارن، تجربه غرب رو دارن و هم تجربه ایران رو دارن. و این نکته خیلی مهمتر این است که بسیاری از کسانی که این تجربه دردناک رو داشتن در ایران و همین الان بسیاری از زنان ایران هم همین تجربه رو دارن و الان دارن در مورد حجاب اجباری و این گشت ارشاد و اینها حرف می‌زنن، وقتی از ایران آمدن بیرون دانشمندان بسیار معتبری شدن، در مراکز معتبر علمی تحصیل کردن، تحقیق کردن و الان اساتید اونجا هستن. و آدم فکر میکنه که این نیروی عظیم و خلاقی که همین الان در خارج از کشور هستن، در بسیاری از کشورهای دنیا هستن، اینا میتونستن در ایران منشأ خدمات بسیاری بشن، ولی به دلیل همین آزارهایی که دیدن مجبور شدن ایران رو ترک کنن. من یه نکته‌ای بگم، اگر کسی دوست داره از محققان بیرون از ایران با ما تماس بگیره، ایمیل ما هست ilm@iranintel.com، میتونه با ما کسی دیگه اونها رو بخواد معرفی کنه. اگر کسی بخواد معرفی بکنه، اگر دوست داره تجربیاتش رو با ما در میون بذاره، با ilm@iranintel.com میتونه با ما تماس بگیره. و در یوتیوب هم اگر نگاه بکنن این مجموعه گفتگوها که چند تایش هم با شما به سلام معرفی کردیم در یوتیوب در دسترس هست، میتونن ببینن با خانم هایی که صحبت کردیم. عالی، متشکرم همایون. همایون خیری اینجا با ما. بخش مهمی از پوشش ویژه ایران اینترنشنال شنیدن صدای شما و پیام های صوتی شماست که روایت میکنید آنچه را که مشاهده میکنید یا برای انتقال نظر و عقایدتون به دیگر مخاطبان برای ما پیام صوتی میفرستید. متشکریم از شما. الان به چند پیام گوش کنیم. درود بر شما و درود بر ملت غیور و فهیم ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد کارمندانش عده‌ای در اداره استان تهران برای حمایت از جنبش زن زندگی آزادی در سایت‌ها و رسانه‌ها فعالیت داشتن. حدود 20 نفر بودند که این عزیزانو به خاطر حمایت‌هاشون بدون هیچ دلیل و دادگاهی و بدون هیچ جرمی که عموماً خاص خانم‌ها هم بودند به شهرستان‌های دور تبعید کردند تا اینها را در تحت فشار قرار بدن. زنانی که دارای فرزند و بچه بودند و شرایطشون اصلا نمی‌خورد که مثلا از تهران به رباط کریم، شهریار، شهر قدس و محلهای دیگه فیروزکو اعزام بشن، این بنده خداها رو فرستادن در شهرهای دور و دارن برنامه‌ریزی میکنن تعداد بیشتری از معترضین به این وضعیت رو با فشار روحی و مالی خاموش کنن. این رو گفتم که به هر حال بدونید که مردم در همه قشر، حتی کارمند به این وضعیت اعتراض داره و دارن اعتراض خودشون رو به هر نحوی که بتونن نشون میدن. درود بر همه آزادی خواهان.
با سلام خدمت تمامی مردم عزیز شریف ایران، میخواستم بگم مرحبا به تمامی زنان و دختران ایرانی و میخوام بگم به ارتش ایران یاد بگیرید، غیرت رو یاد بگیرین از همین زنها و دختران ایرانی که پا شدن حقشون رو طلب کردن. چند روز چند هفته گذشته از این اعتراضات و یا بهتر بگیم از این انقلاب، چه کار کردین در حق اینا؟ پا شدین؟ کمکشون کردین؟ لااقل حتی یک بیان هم ندادیم. متاسفم براتون. جاوید ایران، زن زندگی آزادی. خیلی متشکریم از پیام‌هایی که برای ما میفرستید، هم ویدیوهایی که میفرستید و هم پیام‌های صوتی. اینکه لطف کنید بیشتر برای اون بفرستید، هر موقع که میتونید از آنچه که میبینید به خصوص برای ما روایت کنید و ما اونها رو براتون پخش میکنیم. در پایان این بخش خبر تصویری ببینیم از روش‌های مختلفی که شهروندان برای بیان اعتراض‌های خودشون علیه حکومت به کار می‌گیرن. ممنون که با ما هستید. تا چند دقیقه دیگه برای یک ساعت دیگه با شما خواهم بود. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، استانداری کردستان فردا همه مدارس و دانشگاه ها رو تعطیل کرده. نه برای بزرگداشت 40 مهسا ژینا امینی، بلکه دلیلش رو افزایش موارد ابتلا به بیماری های تنفسی و آنفلانزا عنوان کرده. جمهوری اسلامی به شدت نگران برگزاری مراسم 40 کشته شدن ژیناست و فشارهای زیادی به خانواده وارد آورده. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش داده نیروهای امنیتی برادر مهسا رو تهدید به بازداشت کردند تا خانواده بگوید 40 برگزار نمی کند. اشکان امینی برادر مهسا امروز ویدیویی از مزار خواهرش همراه با نوای یک لالایی کردی منتشر کرد. در ادامه برنامه بیشتر این لالای کردی رو که اشکان امینی برای خواهرش اجرا کرده براتون پخش میکنیم. گرچه همزمان فراخوان زیادی برای تجمع و اعتراض به مناسبت 40 ژینا اعلام شده، امشب در سطح شهر سنندج مردم با بوق خودرو به اعتراضات ادامه دادند و در برخی نقاط هم اعلامیه‌های برای دعوت به تجمعات فردا چهارشنبه توزیع کردند.
با وجود تلاش‌های حکومت برای کنترل شهر سقز، گروه‌ها و نهادهای مختلف به مناسبت 40مین روز کشته شدن مهسا امینی فراخوان گردهمایی و اعتراض دادند. برای مثال جوانان محلات سقز که از مردم شهر و شهرهای همجوار خواستند فردا چهارشنبه سیاه‌پوش در مزارستان آیچی سقز گرده هم بیان، در این بیانیه از جینا به عنوان فرزند انقلاب نام برده شده. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران روز 40 مهسا روز اتحاد نامیده و از زنان و مردان دعوت کردند فردا بر سر مزار قربانیان این خیزش گرده هم بیان و بعد در خیابان‌های شهرها تجمع کنند و علیه حکومت شعار بدهند. جوانان محلات تهران در ایتالیا شماره 14 خودش از مردم دعوت کرده فردا از ساعت 11 صبح در اطراف دانشگاه‌ها و بازارهای شهرها تجمع کنند. جوانان محلات تبریز هم به مناسبت 40 ژینا از مردم این شهر دعوت کردند فردا در همه محلات، مدارس، بازارها و دانشگاه تبریز تجمع کنند. همین الان هم شاهزاده رضا پهلوی توییت کرده چهارشنبه 4 آبان چله انقلاب ملی ایرانه، 40 قتل ظالمانه دختری جوان که در خاک خود غریبانه کشته شد و اینک نامش رمز انقلاب ماست، ژینا امینی دختر ایران. توییت شاهزاده رضا پهلوی. امروز دانشگاه ایران صحنه اعتراض‌های بسیار گسترده بود. تصاویر از دانشگاه علم و صنعت تهران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با گاز اشکاور حمله بر شدند. دانشجویان از مردم درخواست کمک کردند، مانند آنچه در دانشگاه شریف رخ داد و مانع شد تا ماموران در تصرف دانشگاه موفق بشند. در دانشگاه بهشتی تلاش دانشجویان برای برداشتن تفکیک جنسیتی در سلف به مقابله با نیروهای بسیج منجر شد. شبنم آذر اینجا با ماست تا بیشتر درباره این اعتراضات صحبت کنیم. شبنم، جالبه که دانشجویان اومدن مشخصاً مستاق‌های زن زندگی آزادی رو، با اینکه خیلی گسترده است مفاهیمش، اومدن مشخصاً تمرکز کردن مثل لیزر، یکی برداشتن حجاب اجباری، یکی هم سلف که اون تفکیک جنسیتیه. بله، تو جغرافیای دانشگاه وقتی نگاه کنی تنها نقطه‌ای که تلاش میشه که اینو تحمیل کنن به دانشجوها که دختران و پسران کنار هم نباشن سلفه. به همین دلیل که سلف دانشگاه برای دانشجوها مهمه، جایی که بین دخترها و پسرها پنل‌هایی می‌گذارن که دخترها این طرفشنن، پسران طرف، یا سلف‌ها رو کلاً از هم جدا می‌کنن، در حالی که یک دانشجو طبیعیه که می‌تونه انتخاب کنه. خب می‌تونه بره همین غذا رو برمی‌دارن می‌برن بیرون دوره هم می‌خورن. وقتی که اجازه نمی‌دن نیروهای حراست یا بسیج اجازه نمی‌دن که بچه‌ها وارد سلفشن، غذاشون رو می‌برن. الان مدت‌هاست که دارن این کارو می‌کنن، میرن غذاشون رو ردیفی می‌چینن در محوطه‌های دانشگاه یا می‌شینن دوره هم بیرون غذا می‌خورن و در موارد این چنینیش که در تصاویر دیدیم می‌جنگن واقعاً، یعنی مبارزه می‌کنن برای اینکه اون سلفو به دست بیارن، برای اینکه مثل سنگری شده که باید حفظش بکنن. از هر دو طرف، از اون طرف بسیجی ها میجنگن، از این ور بچهای دانشجو. خب طبیعتا هم بچهای دانشجو موفق میشن همونطور که تا الان شدن، چون پرشمارتر هستن و باور درستی هم دارن، باورشونه که این انتخاب ماست که اینجا بشینیم و اینجا غذا بخوریم. بنابراین امروز در چندین مورد در چندین دانشگاه این اتفاق افتاده، اگرچه درگیری ها خیلی شدید بوده. یگانه ویژه اومده، حراست اومده، از طرف لباس شخصی ها اومدن، بسیج دانشجو به دانشجو حمله کرده، گاز اشکاور در بعضی از دانشگاه‌ها زدن، بعضی از دانشجوها رو حبس کردن در محوطه دانشگاه، اما با این حال دانشجوها همچنان دارن ادامه میدن. بریم یه سری از تصاویر دیگر رو هم ببینیم. Get out of here! Get out!
شبنم بسیار تعداد دانشجوها خیلی بیشتر به نظر میاد شده در این اعتراضات. همینطوره و خیلی هم شجاعانه تر دارن مبارزه میکنن. در واقع همین الان تصویر رو خواهیم دید با هم از شهر کرد که یک آخوندی در محوطه دانشگاه خود داره تردد میکنه که جلوش وای میسن شعار میدن دست جمعی که آخوند باید گم بشه، یا در جاهای دیگه بنر خامنه ای رو پایین میکشن از دیوارهای دانشگاه، و یا حالا به هر حال بنرهایی که در واقع محدود کننده است، پروپاگاندای نظامی، اینها رو آتش میزنن. به هر حال دانشجوها خیلی پرشمارتر حاضر شدن امروز، به خصوص فردا که 40 مهسا احتمالاً باید شاهد خیلی حضور پرشمارتری باشیم، حالا چه از دانشجویان چه اعتراضات و اعتصاب‌ها به شکل‌های مختلف. اما امروز واقعاً در طول این مدت تعداد دانشگاه‌هایی که پیوستن به اعتراضات شاید از همه روزهای دیگه بیشتر بوده، و ما تا آخرین لحظه‌ها که همین الان که من اینجا هستم ما همچنان داریم تصاویر اتفاقاتی که در طول امروز افتاده رو در واقع دریافت میکنیم. تصویر شهر کرد، کرمان، اهواز و علوم پزشکی همدان رو ببینیم. علوم پزشکی همدان هم امروز صحنه درگیری زیادی بوده. شبنم، در همین حال انقدر تحولات داره با سرعت جلو میره، گاهی وقایع گذشته رو گاهی ممکنه به فراموشی بسپاریم که نباید واقعا اینچنین بشه. برای مثال آتش سوزی زندان اوین هنوز خیلی از ابعادش نامشخص باقی مونده. بله دقیقا همین دقایق پیش بود که تصویری به دست ما رسید، در واقع مادر خانم پوران کبیری، مادر کاوه و یاشار دارالشفا که هر دو محبوس در زندان اوین بودن و در اون شب حادثه زندان اوین در اون درگیری ها و اون آتش سوزی گیر افتاده بودن، در اینستاگرامشون یک ویدیو 8 دقیقه‌ای منتشر میکنن. در این ویدیو توضیح میدن که بعد از مدت ها موفق شدن که برن فرزندانشون رو ببینن که الان منتقل شدن به رجای شهر. بین اون 40 و چند زندانی اوین هستن که بعد از حادثه آتش سوزی اوین منتقل میشن به رجای شهر، موفق شدن امروز با همراه چند خانواده دیگه بچه‌هاشون رو ببینن، و در اونجا توضیح میده که اون شب چه حادثه‌ای رخ داده و در واقع چه رفتار وحشیانه‌ای با این زندانی‌ها شده، اینکه چندین نفر گلوله خوردن و توضیح میده که چه گلوله‌ای بوده، و بعد توضیح میده که چه صحنه‌هایی و اینا رو روایت کردن، و در عین اون فضای آتش‌سوزی چه در واقع رفتار بسیار بدی با اینها شده، حتی ضرب و شتم می‌شدن در حالی که زخمی بودن، یک عده گلوله خورده بودن. این بخش‌های از این مصاحبه، چون خیلی مصاحبه طولانی هست، ما بخش‌هایش آماده کردیم که می‌تونیم با هم ببینیم. و تشکر میکنم شبنم که امشب در بخش خبرنامه همراهی کردید. ممنون شبنم آذر. مشاهدات اونا اینجوری شروع میشد که ما صدای تیراندازی شنیدیم از بند 8 که ما اونجا داریم زندگی میکنیم. یک پنجره کوچیکی وجود داره که ما تونستیم داخل بند 7 رو ببینیم و میدیدیم که اونجا دارن تیراندازی میکنن و آدما میافتن. بعد گاز اشکاور پخش شد و صدای تیراندازی های مداومی که می اومد و ما نمیتونستیم اولش تشخیص بدیم که چه نوع تیراندازیه، و گاز اشکاور و دودی که از داخل از زیر بند به داخل شد ما رو به جنب و جوش برداشت. اولین فکری که ما میکردیم این بود که ما خودمون رو بیاریم بیرون و بتونیم به بند 7 کمک کنیم که چرا این اتفاق برای اون افتاده. تصور این که این برای بنده 8 و یا سایر قسمت‌های دیگه است اصلا به مغزمون هم خطور نمی‌کرد.
با این تجسم ما به در فشار آوردیم که قفل شده بود و سه روز قبل اینا در بندار رو قفل میکردن. به محض اینکه آمار میگرفتن از سه روز قبل درا رو شبا قفل میکردن و این برای بچه‌های ما سوال شده بود که تا حالا این اتفاق نیفتاده بود، چرا در بندار قفل میکرد؟ و اون روز همینطور شده بود که در بسته بوده و اینا هجوم میارن که در رو باز کنن و برای اینکه از گاز اشکاور خفه نشن برای نجات خودشون هر چیزی که دستشون نزدیکترین چیز به دستشون بوده میخواستن بسوزونن که جلوگیری کنن از اونجا و بالاخره در باز میشه و اینا میان بیرون، مواجه میشن با اینکه خود پرسنل داخل زندان که بچه ها به شدت همه این مدت من با بچه های مختلفی که گفتگو داشتم از آقای سرهنگ محمودی و آقای کربلایی نام می بردن که اینا پرسنل داخل زندان بودن، به غیر از فشارهای شدیدی که از طرف نظامیایی که وارد شده بود در اون لحظه بهشون، تیراندازی به چندین نفر که 5 تا مجروح دادن و بقیه به شدت به وسیله این دوتا آدم کتک خوردن، بلکه یه تعداد زیادی از بنده 7 و بنده 8 رو با فشار و زور اینا رو هدایت کردن به طرف ورزشگاه که مشاهده بچه ها اینطوری بود که ما شاید تعدادمون میشد 2000 نفر و تمام مدت ما اونجا بودیم. آدم های مسن‌تر حتی اگه میخواستن یه کمی بشینن یا دراز بکشن مواجه میشدن با کتک خوردن و توهین و تحقیرهای وحشتناک که ما نخوابیدیم شما اجازه ندارید تا ما بخوابیم. حتی اینا مجبور میشن اونجا روی هم ادرار کنن. من دیگه دردناکتر از این نمیتونم توصیف کنم. کما اینکه تیراندازی با تفنگ کلاشینکوف اتفاق افتاده که چند نفر زخمی شدن و این زخمی ها رو منتقل کردن همراه بچه ها 12 فردا ظهر به زندان رجای شهر که رئیس زندان رجای شهر این زخمی ها رو نپذیرفته. ما هر جای داخل رفتیم همه اینا رو بیان کردیم، هم از مدیران بزرگ زندان اوین، زندان رجای شهر که در وهله اول ما رو راه ندادن، دادیار، سازمان کل زندان ها و اینجور تصور میکنم که همه میخوان این قصه رو فراموش کنن. پوزش میخوام در اشتباهی که در اسمشون بود خانم توران کبیری بودند، مادر کاوه و یاشار دارالشفا که هر دو در شب آتش سوزی در زندان اوین بودند. همونطور که گفتیم شاهزاده رضا پهلوی توییت فرستاده به مناسبت 40 مهسا ژینا امینی و گفته که 4 آبان مصادف با 40 مهسا چله انقلاب ملی ایرانه. او با اشاره به اینکه 4 آبان یادآور زاروز محمد رضا شاه پهلویه گفته همه ما در انتظار پیروزی و رهایی از زنجیره ظلم هستیم. در توییت شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفته که اینک نام او رمز انقلاب شده، ژینا امینی دختر ایران. لیلی پورزند کارشناس ارشد امور زنان از تورنتو کانادا با ماست تا بیشتر درباره تحولات امروز در ایران صحبت کنیم. اول راجع به دانشگاه خانم پورزند که به نظر میاد که نه تنها تعداد دانشگاه ها که اعتراض ها درش داره انجام رخ میده بیشتر شده، بلکه وقتی از طریق از لنز موبایل دانشجو که نگاه میکنیم تعداد اونها هم خیلی پرشمارتر شده و خطر بیشتری هم میکنند، جسارت و شجاعت بیشتری از خودشون به خرج میدن. اینها رو چه دلایلی براش میتونید پیدا کنید؟ با سلام خدمت شما. بله، من فکر میکنم از نگاه دیگری یا از زاویه دیگری به قول شما اگر به کل این 40 روز بخوایم نگاه کنیم، باید بگیم که اون چه که حکومت در بساط داشته رو، البته این حکومت اون حکومت جنایتکاری است، معنیش نیست که در بساط چیز دیگری نداره، به کار برده. حالا میتونیم اسم ببریم مثل عقیب موندن پروژه های سرکوبش، استفاده از پیامک های تهدیدآمیز، دستگیری، کشتار. هر جوانی رو که کشتن تبدیل شد به صدای این انقلاب و خیزش، در واقع شد یک سمبل جدیدی برای آزادی خواهی مردم.
آتش زدن زندان اوین و وقایعی که اون شب اتفاق افتاد و حقایقی که میاد بیرون، مسئله دانشگاه‌ها و فراگیرتر شدن جنبش دانشجویی و خیزش دانشجویی، و مهمترین فاکتورهایی که به نظر من وجود داره، سه فاکتور اصلی: شعار مشخص این خیزش و یا انقلاب نوین هست که طبیعتاً از اون آپارتاید جنسیتی، تبعیض جنسیتی که نشانش در واقع حجاب اجباری هست شروع شده، ولی خیلی مشخص خود نظام رو نشانه میگیرن و این توی شعارها مشخصه. دومی که همونجور که تو ویدیوها دائما میبینیم، سرود این خیزش هست که سرود برای شروین هست، و اینکه همونجور که گفتم هدف مشخص نظام، و این ستا دست به دست هم در واقع جنبش دانشجویی رو فراگیرتر کرده، خواسته های دانشجوها رو عمیق‌تر کرده و اونها رو متحدتر پشت همدیگه قرار داده، و دانشکده های کوچیکتر، دانشگاه کوچیکتر، شهرهای کوچیکتر هم دارن این قدرت رو پیدا میکنن که صداشون رو رساتر برسونن. و من فکر میکنم نه تنها دانشگاه ها، باید دبیرستان ها و مدارس رو هم به این قصه پیوند داد، به خاطر اینکه رگ شاهرگ حیات یک خیزش موفق و یا یک انقلابی که به صورت نوین و با شگرد های جدید ما داریم میبینیمش، من فکر میکنم این شاهرگ حیات در جوانان نهفته است، در دختران و جوانان، دختران و پسران جوانی که جونشون رو در واقع دارن میذارن جلوی وسط میدان و حق خودشون رو میخوان و اون چیزی که خواستشونه و نظام رو دیگه نمیخوان، هیچ گونه جای مذاکره‌ای نمیبینن با جمهوری اسلامی. آقای مونده، خانم پورزند، الان به نظر میاد که مناسبت ها داره به نوعی که حالا که میاد مثل چهلوم مساژینا، مناسبت ها داره تبدیل میشه به نوعی انگیزه برای فراخوان های بیشتر. بدون شک حکومت امشب باید نگران باشه. حتما نگران هست و حتما هم سازوکارهای سرکوبش رو همونجور که در 43 سال گذشته به کار گرفته بسیار داره به کار میگیره. منتها من دلم میخواد که همونجور که شما فرمودید که به فراموشی نسپاریم، خیلی چیزها رو یادآوری کنیم. دستگیری های وسیعی که انجام شد، مثلا گروگانگیری شروین، الناس، خب اینها همه پروژه ها عقیم شده است. اونقدر این حکومت سرکوب کرده که حتی دیگه سرکوبش هم عقیم شده به نظر میاد. کشتاری که انجام داد، گفتش که یکی خودکشی کرده، یکی از بلندی پرت شده، یکی قرص آرام بخش میخورده، یکی بیماری زمینه‌ای داشته، همه رو دستشون رو شده این سرکوب ها. آتش زدن زندان اوین، فشار بر روی خانواده های قربانیان که خب بعدن مادرها اومدن شجاعانه اعلام کردن که بر روی خانواده ما فشار، ما رو مجبور کردن که چنین و چنان بگیم، و خیلی چیزهای دیگه، علامت گذاری های رنگی خونه ها، ماشین ها، تهدیدهایی که حتی نه تنها ایرانیان داخل ایران، خارج از ایران دارن میشن. و یک موضوع مهمتر این هستش که ایرانیان درون ایران از گوشه سراسر ایران با هم متحد شدن بر سر یک شعار، بر سر یک سرود. نه تنها اون، ایرانیان خارج از ایران مثل کوه پشت ایرانیان داخل ایران هستن، اونها هم با همون شعار. و این من فکر میکنم مهمترین اتفاقی بوده که در طول این 43 سال افتاده. ما منتظر هر آنچه که پیش بیاد هستیم که صدای مردم ایران باشیم و اونها خودشون تصمیم میگیرن، همونجور که تو این 40 روز به درستی و به زیبایی تصمیم گرفتن که چگونه حرکت ها رو ادامه بدن، و این رمز حیات و این رگ حیات رو زنده نگه دارن و همه با هم بتونیم که این خیزش رو پیش ببریم. لیلی پورزند در تورنتو، متشکرم از صحبت با ما. آمار تازه ای از تعداد قربانیان خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی اعلام شده. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 234 نفر کشته شدند، 29 نفر کودک. کشته شدگان از 21 استان هستند. بیشترین آمار با فاصله بسیار متعلق به سیستان و بلوچستان، مشخصا جمعه خونین در زاهدان که نزدیک به 100 نفر در یک روز کشته شدند. پس از آن بیشترین تعداد قربانیان از آن استانهای مازندران، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز و خراسان رضوی است. این گزارش میگه حکومت ایران کوشیده تا سناریوهایی مثل پرتاب از بلندی،
تصادف رانندگی، مسمومیت با دارو، مشروبات الکلی یا غذای فاسد رو علت مرگ اعلام کنه. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگه آمار به دلیل تهدید و ارعاب خانواده‌ها و محدودیت‌های اینترنت حداقل است و آمار واقعی به مراتب بیشتره. این یک آمار حداقلی است به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره، هم محدودیت‌های اینترنتی و تماس و هم به خصوص تهدیدهایی که خانواده جانباختگان رو متوجه میشه. یعنی در واقع این میشه گفت بزرگترین مانع هست، چون گزارش های زیادی به دست ما رسیده که مقامات امنیتی خانواده رو تهدید میکنن و به شرط اینکه در خیلی موارد گواهی فوت رو که اونها تنظیم کردند امضا کنند جسد تحویل داده میشه و در این گواهی های فوت خیلی وقتها سناریوهایی مثل مسمومیت، تصادف یا موارد دیگه به جز کشته شدن توسط مامور امنیتی اومده و این خب یک مانع است که ما نمیتونیم خیلی از گزارش‌هایی که به دستمون میرسند رو توسط دو منبع مستقل تایید کنیم، چون معمولاً به این شکل هست که ما حالا منابع ما میتونن شاهد عینی باشن، میتونن اعضای دیگر خانواده باشند، کادرهای درمان باشند و یا نهادهای حقوق بشری دیگه، ولی ما فقط مواردی رو که توسط دو منبع مستقل تایید شدن شامل میکنیم و به همین دلیل ما فکر میکنیم که آمار واقعی بالاتره. محمود امیر مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو. در ادامه اعتراضات شبانه، این تصاویر الان به دست ما رسیده، کرج و تهران مردم با بوق خودروها اعتراض کردند و شعارهای شبانه. آبان، سعادت آباد، تهران. اقدامات و زیبایی در این ایام ایرانیان انجام میدن، یکی از اونها باز کردن آغوش خودشون برای هموطنان. اینجا چند دختر میبینیم در کرج و رشت. ممنون که با پوشش ویژه خبر ایران اینترنشنال هستید. پس از چند دقیقه دوباره با شما خواهیم بود.